سلام دوستان، سلام رفقا. میگم امروز میخوایم موضوعی رو که چند روز بین سگ و سیلاهای اوزی خیلی سر و صدا کرده موشکافی کنیم. ملاحظه کنیم. خب سردار سلیمانی دستور داد به مخابرات سپاه و نیرو قدس که شما بیاید یک سیستم تلفن امن زمینی برای برادرها ایجاد کنید. صحبت این شد که آقا باید ما دوباره بینیم سراغ پیجر. خب بررسی کردن دیدن 1000 تا پیجر از قبل بوده، گفتن اون قدیمی ها رو فعال کنید، ولی 3-4 هزار تا پیجر جدید نیاز هست. خب سفارش دادن و به یک شرکت ایرانی هم سفارش دادن که آقا ما که حزب الله نمیتونه بره، تا بره خرید کنه همه شک میکنه، شما به اونها شرکت برید. اون شرکت هم رفته بود با یک برند معروف مثلا تایوانی که قبلا پیجر تولید میکرد که آقا ما 3-4 هزار تا 5 هزار تا پیجر میخواد. خب این پیجرها تهیه شد، دادن به این شرکت ایرانی، این شرکت ایرانی هم دختر حزب الله گذاشت. وویلا وویلا، طرف اینو گفت و بلا گفت. حالا این اسداللهی کیه؟ یکی از سردمدارای تروریستاییه که اسم خودشونو گذاشتن نیروی قدس. یارو حالش نبود تو نظامی که ترس از سر و روش میباره، باید مواظب حرف زدناش باشه. ببینین تیوی ریش یه ساعت بعد سراسیمه چه گفت. ساعتی قبل یکی از کارشناسان در برنامه اینک مقاومت شبکه خبر اظهاراتی رو درباره حادثه انفجار پیجرها در لبنان داشتند که بر اساس پیگیری‌های صورت گرفته این اظهارات قابل تایید نیست و پیشتر هم حزب الله لبنان این موضوع رو رد کرده. ده بیا، طرف خودشون آوردن تیوی ریش، اما هنوز یه ساعت نشده همونجا زیرابشو میزنن. ولی گویا این کارم افاقه نکرده بود. بله. مسعود اسداللهی کارشناس مسائل منطقه‌ای که در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اظهاراتی مبنی بر تهیه پیجر برای اعضای حزب الله لبنان مطرح کرده بود، به دادسرای نظامی احضار شد. اسداللهی در جلسه بازپرسی ضمن اذعان به اشتباه بودن مطالب مطرح شده عنوان کرده، مطلب مورد اشاره را به نقل از منابع نامعتبر بیان کرده و بلافاصله پس از بررسی بیشتر به اشتباه بودن مطالب اظهاری پی برده است. بله، خفت این یارونو حسابی چسبیدن تا غلط کردن بگه و ندامت کنه. تازشم باید محاکمه هم بشه. اما یکی از نمره موقتای اوزی که نماینده اونم هست گفت که اینا فایده نداره که نداره، نفوذ عمیق‌تر و بیشتر از این حرف هاست و ممکنه اتفاقی بیفته. وای 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 وای. ما جریان نفاق و نفوذ که بزرگترین مانع بر سر حاکمیت اسلام بوده و عامل فروپاشی بوده، عامل بیگانگان بوده و امروز هم هست، چطور شناسایی کنیم؟ ناراضی کردن مردم، اهانت و بی‌اعتنایی به ارزش‌ها، به انقلاب، به رهبری و به خوبی‌ها، به اون چیزهایی که معروف‌ها اصطلاحاً هستن. هر جا دینی بی‌اعتنایی می‌شود، کوتاهی می‌شود، غفلت می‌شود، شما با نگاه بدبینانه به اونجا نگاه کنید. عناصری که عامل به وجود آورنده اونها هستن رو شناسایی بکنید. این مقابله با نفوذ یعنی این، ولی ما راهی دیگه نداریم. می‌مانیم غفلت غفلت روی غفلت، یک مرتبه این خدای نکرده اتفاق میفتد. به 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 به، بله، وقتی خربوزه جنگف روزی رو میخوری باید پای لرزشم بشینی. آره. زمنان اون اتفاقی باید بیفته و کابوس دائمی شده، یعنی کل پا شدن کل نظام به دست جوانای شورشی در راه است. بله آهای عظما، دنبال سوراخ موش باش که دارن می
میان برات. دوستان رفقا عزت زیاد.